야 그럼 힘을 만져서 شهر لاله های افغانستان، مزار شریف که با گنبد آبی و کفترهای سفیدش معرف یک افغانستان زیبا و صلح آمیز است. شهری که همه سال نوروز افغانستان را میزبانی میکرد، از این رو همه از آن خاطره دارند. از ملا محمد جان گرفته تا منی که قرار بود سفرم را از شهر دلخواه خودم آغاز کنم، این جایم تا روایتگر داشته های مزار شریف باشیم که بخش از خاطرات شیرین مردم افغانستان را شکل می دهد. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان. آهنگ است که هر کسی در هر گوشه از جهان ایره بشنوه، طبیعتا تصویر مزار در ذهنش تدایی می شه. در این شهر علی خابیده، مولوی و ابن سینا برخواسته. ما قرار است در سراسر افغانستان سفر کنم و اولین سفر ما از شهر سخی جان، شهر مولانا، رابعه و خلاصه عشق عرفان مزار شریف آغاز کردن. بیایید از غذای شروع کنیم که تا هر کی پایش به مزار شریف میرسد نوش جان میکند. بله، قابلی پلو، همین غذای مشهور افغان ها که سفره هر میزبان را رنگین میکند. اما مهمتر از آن این است که قابلی را در کجای مزار شریف نوشجان کنیم؟ خب خاله جان، چقدر دیر میشه خودت اینجا کار میکنی؟ 25 سال خودم هستم، مزار بیش پدرم بود. خب 20 سالم پدرم بود، 45 سال شده دیگه. آلمی موسا پلاو که در مزار زیاد مشهور است، نه؟ بله، موسا کی است؟ پدرم است. بمی قابلی شما چی ویژگی داره که اکثریت میام اینجا میخوره؟ نیما روغن کنجد هست، گوش مایچه هست. خب دیگه نان صحیح میخوام مردم میگه. خوبی و راز مزداری از زیر نگفتی بر من. نترس، ما آشپز نیستم که بیاد درست خود دوزی بکنم. خوبی ما دیگه اونو گوشت که میبینی گوشت کلش مایچه هست. مایچه روغن کلیده. آل ترا هم یمیم به قابلی را گوشت مزدار میکنه یا کدام اونه را دگام داری برش؟ نه دیگه چی اونه را دیگه اینه گوشت و برنج و زردک و کشمش و کلش مسالش کمش میکنم. خب خب برای تخمینی بگو چقدر مشتری داری اینجا میه؟ اینه مشتری 50-60 نفر داریم دیگه. روزه؟ روزه. آفرین. چند سیر دم میکنین برنج؟ آره یک سیر میکنیم، یک پرینج سیر میکنیم. به نظر خودت یک رستوران که کسی میسازه جایش مهم است یا نانش؟ جایش که اخلاقش مهم است. خب شده که من اینجا مکن خدیه زده شما برای ما یک خوراک همه تو خوبش تهیه بکن که ما ببینیم ما همون ویژگی که مردم تعریف میکنه همون مزداری خود داره یا نه. اما سراغ جای دیگر می رویم که این روزها به داشته های دیدنی و جالب مزار شریف افسوده. سونای نمک بعد از کابل برای اولین بار در شهر مزار شریف ساخته شده و ارزش دیدن اولین تجربه را دارد. اما بیشتر کسانی که اینجا می آیند برای موثریت درمانی آن است، چون سونای نمک یکی از روش های درمانی درد عضله، نفس تنگی و فشار خون به حساب می آید. فواید نمک سونا چی است؟ کسایی که مشکلات عضلاتی دارن میتونن اینجا بیاین، کسایی که فشار خون دارن و کسایی که وزنشان زیاد است میتونه اینجا بیه و کاهش کننده وزن است نمک سونا و در نفس تنگی بسیار بسیار خوب است و یک فایده که همه میگن و ما هم دوست دارم اینو تجربه کنم که میگه بعد از اینکه نمک سونا را میگیرین بیرون میشین شاد میشین، خنده میکنین بیشتر و
نقص که داره به کسای نقص داره که اونا فشار بلند دارن و طبیعی است که به فشار بلند نمک نقص داره و یک خاصیت نمک کی است که جذب میشه در وجود انسان. دیگه توصیه میشه به کسایی که فشار بلند دارن لطفا اینجا نبین. اگر چی دلم نمیشه از زیر نمک بیرون شوم بسیار لذت دارم و بسیار احساس راحتی میکنم، ولی شرطش این است که اگر از 15 دقیقه زیاد بانیم باعث از این میشه که جلد داشته شارانه، بنابراین من مجبور هستم بخیزم دیگه و امون زمان 15 دقیقه هم پوره شده. از دیدنی و خوردنی که بگذریم، مزار شریف با عظمت فرهنگی که دارد به شهر مردخیز ام شهره است و یا زادگاه قهرمانان بزرگ. من هم سراغ یکی از کسانی آمدم که برای خود و امنو آنش قهرمان است. دنیای پرسر و صدای خودش را دارد. کسی که 30 سال است رنگ را در تاریکی جستجو می کند، ولی اجگاهی نگفته بعد از سیاهی رنگ نیست. بله، او یک نابینا هست. از این رو شده قهرمان نابینایان. 4-5 ساله بودم که همینطور که دیدی چشمم کم شد، بعد از او پیش دکترها بردن. دکترها بعد از او دوا داد یک ماه، در دوا خوب نشد. بعد از او که بردن عملیات کردن یک چشمم مکمل از بین رفت. بعد از او بعد از یک سال لکنیم سال چشم دیگه ما عملیات کردن، ایام باز مکمل دید خوده. تقریبا من از 10 سالم 7 ساله بودم از 10 سالم که مطلق باز نابینا شدم. زمانی که ما خرسن بودیم در وقت کم دید داشتیم، تشله برد میکردیم که تا بچه ها یا چارمغ بازی میکردیم یا چلک دنده و کارو میکردیم. اما زمانی که نابینا شدیم با یک دفعه کارا رو نتونستیم از دست مامان بسیار بستر ما فقط تاریکی شاور شد، گفتیم خدا شاید دیگه کس نباشه دنیا بر ما قامت شد برای خودم دیگه شخصا. هر کسی که شاید نابینا باشه آرزوهای مختلف داشته باشه در دیدن، یگانه آرزوی که دارم خواهی این را میفهمی که ناممکن است و هیچ شاید امکان نداشته باشه، بسیار دور است که ما بینوی خود دوباره پس بگیریم. اگر میشد قرار بود که من بینا میشدم، شاید یگانه روزی منی بود که میخواستم چهره مادرم را ببینم، به خاطر که او مرا بسیار به زحمت و مهربانی کلان کرده و من میخواستم او را اگر امکان داشته باشه که شوم اولین آرزوی من است. شام غم آمد به سویم، قلبه هم تاریک شد، سرنوشتم پیچ پیچ و خیره و باریک شد. جنگ خونین روشنی ها راز چشمم دور کرد، یأس نومیدی بداد و زندگی را شور کرد. بازم ما کتمی تاریکیش، کتمی کل چیزش، به خاطر که اگه احساس داریم بین خود نابینا، یک فهم بالا، درک بالا و اموی بینایی ما را که خداوند گرفته اسم مکمل دیگه شد، اسم شنوایی ماست، اسم لامسه ماست، حافظه ماست. هیچ کسی شاید را نتانه تعمل کنه. اگر یک بینا را یک لحظه یا یک دقیقه شاید چشمش بسته کنی، دنیا سرش قیامت شد و این پر ما بزرگترین روشنی است، بزرگترین چیزی است که ما میتونیم او را تعمل کنیم و حس کنیم. با تمام معنا ما دوام قیسیایی و تاریکی در آمدیم. این تاریکی امروز برای ما یک بزرگترین روشنی است. قسمی که میگه نمیدانم چه رنگ است رنگ گلها، نصیب من نشد چشمانی بینا. جاوید اولین بازیکن کرکت نابینایان شمال کشور است که با تیمش توانسته در برابر 6 ولایت افغانستان پیروز شود. کرکت بینایان تا نابینایان چه فرق دارد؟ اصول چی است؟ کرکت نابینایان از کرکت بینا تمام دستور و قاعده و پالیسیش یک چیز می باشه، فقط فرق اساسی و عمدهش که است. و از کرکت نابینایان رستو بشان، امبالشان صدا داره، زنگ داره
و دومی دیگه کرکت نابینایا با قسم توپشان با قسم لول انداختم همیشه زمینی فقط این دو فرق عمده اساسی رو داره دیگه تمام کرکتشان قسم کرکت بیناور است و نمو اورشان 20 اور است یا یک اور 6 اور می باشه بازی 20 اور 5 اور است که در اور 6 بال انداخته میشه و یک بالر در عقل داره که 6 بال پرته بعد از بالر بعدی می بعد از دیگه پاس بالر میتونه آمده و بیتمنشان به مو قسم بینا می باشه بیتمن کسایی که نابینای مطلق هستن یا در کل فول نمیبینن مثل خودم وریا نابینای مطلق میباشن از یا با 4 شان 8 حساب میشه و یک رنشان 2 حساب میشه یعنی هر نمره شان دبل حساب میشه خب یعنی کسایی که کاملا نابینا هستن امتیازش از کسایی که دوست بله دوست فرق میکنه بله. مثلا اگه یک رن کنه 2 رن حساب میشه 2 رن کنه 4 رن حساب میشه خب دو برابر بله امروز راشد آرمانی ها تیم های ملی هستن و همون تو میدرخشن امیدوار هستم یک روز تیم نابینای های افغانستان هم بتونن در سطح جهان بدرخشن این تنها یک روی سکه است روی دیگرش دیده نیست او مرا به بازی لدو دعوت میکند بله بازی که پیری جوان را این روزها سرگرم خودش ساخته اما ایجان جاوید در این بازی بیشتر از بقیه است میشه در مورد لدوی نابینای ها بر ما یکم معلومات بدی که شش میکشه باز می اینجا باز شش کشیدی باز اینجا چهار شش مثال اینجا جا به جای میشه باز یک خانه از اینجا پیش می این شش ها جایش که سه وست اینجا معلوم است این تو یک نقطه یک داره سه نقطه اینجا هم سه وست اینجا هم که می سه وست اینجا هم سه وست دیگه اینجا هم سه وست اینجا هم سه باز این تو می اینجا هم سه وست اینجا هم سه وست پس این تو دوره کنم می باز سه وست سه وست سرب داره نه ها بعضی داره بعضیش بود نداره میفهمی که رو بری شاین سه وست دیگه این می یک نقطه که داره سه وست آه آه. خب ما این ماشین است که تو مثل ای که دور میتی اون دانه رو میکشی این کس این بریل داره یک نشته است اینجا یک اینی که دو نقطه داره دو اینی از سه یکی از چهار نقطه داره ای از پنج نقطه داره و ای از شش نقطه داره دو خوابگری نکنی مقصد نه خوابگری نمیکنم چرا خوابگری کنم پنج شش نه جاوید چهار جاوید چهار چهار با نوبت همه بانکو سیس دو سیف آمده نه در سیف اینجا می کشی خب تو من سبزه کشی دو باز اونجا چی تو میری یک دو اینجا می یک دو یک دو یک دو یک دم پیش میری سه نه چار پنج شمیگرم یک دو چار پنج کار کن تال رو خانه کردی دو سه ایس کار کن نه برو مده دانیم در خانه ایتا پیش بر دیگه نه دو خانه شد سه تا سه تا ریخ من شش نکشیدم سه یک دو سه بریندای عزیز از جاوید جان یک دو سه چار پنج شش هفت هشت باید جاوید یک شش و یک دو بکشه که ببره یا هم دو دانه چهار بکشه ببره از ما یک خانم دو سه چهار فقط چهار بکشم جاوید بردیم نه سعید جاوید جان چهار چهار جان یک کار داری دو سه چهار یکی دیگه کار دارم چهار یک دو سه که جاوید بخیر یک دو سه چهار پنج که من ببرم شش نه این همون لی میبرم تا یک دو سه چهار ای از ما ای خو مزدم تو زدی خوشش هستی تو یک کار داری دیگه آه برو ای بردم تا ببخشی دیگه جاوید در این بازی برنده شد اما او همیشه برنده هست زندگی را با همه پستی و بلندیش به زانو در آورده و پیروزی هایش را مدام جشن گرفته شعر و آهنگ دلخواهش را مشنوید این تو آهنگ ها داستان ها سرسایی که بخواییم باز داستان ها رو میشنیم شیر هم دارم دکلمه هستا خواه دکلمه ها رو میشنم میگم هست لنگور حریبا مزه لعل لبت حتی به طعم بوست خرماز شهر بم نمی آید بسیار قشنگ دکلمه کده جاوید رفتنت دیگر عذابم میدهد حرفت که این سر جز به پیش تو گل من خم نمی آید که این سر جز به پیش تو گل من خم نمی آید طبیعت سازگار مزار بیشتر از هر چیز دیگر پای گردشگران را به اینجا می کشاند به ویژه بهارش که
در آهنگ ملا محمد جان به خوبی وصف شده. از این رو وجود گلخانه های متنوع در سطح شهر و گلپروری فرهنگ جا افتاده و رایج بلخیا شده. نام ما خواجه جاوید است، یک تن از گلبازا بگویم یا مسئول همو فارم گلپروری همه چبار در اولسوالی دهدادی شهر مزار شریف. شهر مزار شریف مشهور است به شهر پکاو پوستین. سردی سرد و گرمی گرم است. کدام گل شما پیشنهاد میکنین و در مزار شریف کدام گل و کدام نهال خوب رشد میکنن؟ در ولایت بلخ زیادتر امی گل مرسل خوب است، مقاوم است و دیگه گل پتونی وطنی. یک پتونی است که چپپر است، هلندی است، پتونی صد برگ است. اونا از رگ در گرمی و قدر مقاوم نیست و پتونی وطنی خیلی مقاوم است. فامیلا اکثرا یا هم مردم این کدام گل بیشتر خوش میکنن؟ کدام گل بیشتر فروش داره در مزار شریف؟ در اینجا گل مرسل زیاد فروش داره، گل پتونی چپپر، پتونی صدبرگ، گل جیریبند زیادتر فروش داره. بله. خواجه صاحب، وقت مردم می از شما گل میگیرن، یک دونه دو دونه میبرن در خانه خود نگهداری میکنن، اما یک تا دو تا گل از پیشان خراب میشه. ولی شما در فارمتان بیش از 1000 نهال دارین، گل و گلبته دارین، ولی از پیش شما خراب نمیشه. این رازش در چی است؟ در نگهداری گل باید امو فضا را، امو آب و هوا را مساعد بسازه آدم. اکثریت مشتری ها هست که شکایت میکنند که گل از پیش ما خراب شد، گل از پیش ما خشک شد. گل یک چیزی است که بسیار یک چیزی اساس، بسیار یک چیزی نازک است. اگر آبش اگر زیاد هم شود خراب میشه، اگر کم هم شود خراب میشه. دیگه اگر هوا زیاد سرد هم شود خراب میشه، اگر زیاد گرم هم شود خراب میشه. دیگه از همه مهمتر آفتاب خیلی نقش داره که گل باید در محیطی نگهداری شود که آفتاب نسبی برش برسه. امی فلسفه کاکتوس چیسته؟ چرا مردم کاکتوس زیاد دوست دارن و دوست دارن که بیشتر نگاه کنن در خانه های خود، در دفاتر خود؟ تشکر. کاکتوس یک گل است که گل سری میز است، با آفتاب قدر نیاز نداره. یکی از خواصش ایست که استرس همون شخص با دیدن از این کاهش میده. مزار شریف را با دیدن یکی از جاهای دیدنی دیگر ودا می گویم. آبگنده از جمله مکانهایی است که اکثر مردم مزار شریف به خاطر تفریح اینجا میاد، و یا هم کسایی که تکلیف جلدی مثل بخار در وجودشان، در سر صورتشان داشته باشند، میان اینجا به خاطر تداوی. چرا مردم میان به خاطر تداوی اینجا؟ به خاطر که این آب چی داره اصلا؟ این آب در ترکیب خود سلفر داره که سلفر بدون شک به خاطر از بین بردن بخارهای بدن، صورت خیلی زیاد مفید است. این چشمه خروشان در 40 کیلومتری شهر مزار شریف واقع شده است. به این نوع چشمه ها چشمه آرتیژنی هم میگویند که اولین بار در کشور فرانسه دیده شد. اما با گذشت زمان کندهار هم شاهد وجود چنین چشمه ای بود که حتی تا 12 متر آب را به سوی آسمان پرتاب میکرد. این چشمه در ترکیب خود حد اکثر سلفر را دارد که به همین دلیل آبش بویناک و مردم آن را آب گنده میگویند. جایی که اکثرا نسبت به آن باور عقیدتی دارد و از اینکه آب گرم سلفریش برای مشکلات جلدی مؤثر واقع می شود می گویند شفا دهنده است. از سلفر برای ساخت گوگرد، لابر و برود نیز استفاده می کنند. جدا از هر بحث دیگر،
این آب آرامش بخش است و خستگی را از تن بیرون می کند. گاهی اگر گذرتان به مزار شریف شد، از این چشمه حتما دیدن کنید. رفتم تا به جاهای دیگر برسم، مردمان دیگری را ببینم و به شما معرفی کنم. یار زنده، صحبت باقی.